برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، قسمی که شما میبینین باز هم ما برنامه را تهیه کردم از صنعت دستی افغانستان و باز هم از کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل. اینجا چیزی که جلب توجه بیشتر برای ما داشت صنایع سنگ. ببینیم که صنعتگر و فروشنده این صنعت برای ما و شما چی گفتنی های داره. با هم میریم و میبینیم که چی گفتنی های از اینا میشنویم. آجی صاحب سلام، صحت شما چی حال احوال؟ خیر و خیریتی؟ خوب هستین انشاءالله؟ امکان داره چند لحظه فرصت شما را بگیرم؟ بسیار لطف میکنین. برنامه یک قدم است و در این برنامه من خواستم که فرهنگ اصیل افغانی را با معرفی بگیرم. کسایی که در افغانهایی که در داخل افغانستان و یا ای که در بیرون از افغانستان برنامه را میبینن با صنعت سنگی در افغانستان آشنا شوند، ببینن که هنوز هم این فرهنگ و این صنعت وجود داره. میشه که شما برای من بگوین که شما این صنعت از کدام وقتا شروع کردین؟ ما تقریبا از 30 سال پیش ایرا شروع کردیم. بسیار خوب. در امی 30 سال حتما تغییرات در وضعیت کار در صنعت آمده، گاهی خوب بوده گاهی خوب نبوده. بیاین بگویم که امی اوج جوش فروش و کاربار اینمی صنعت کدام وقتا بود؟ در زمان کرزی صاحب بود. فعلا هیچ فروشات نیست، کاربار خیلی خراب شده. قبلانا که گفتین کاربارتان خوب بود، کی بود خریدارتان؟ چه قسم مردم ها بود؟ خریدار خواهمی خارجی ها بودن، باز افغان های ما ماش داشتن یا هم خریداری میکدن. فعلا خارجی هم نیستن و افغان هم وظیفه ندارن، اقتصادشان ضعیف است، دیگه خریداری کردن نمیتونن. این صنعت سنگ از کجا میه؟ سنگ های ازی از کجا میه؟ سنگ هایش زمرد از پنشیر میه، لاجورد از بدخشان میه، بیروچ از کنر میه، همیتو کامیرین از بدخشان میه، یاقوت از جگدلک افغانستان میه، از این منطقه میه. در مجموع تمام این سنگایی که از خود افغانستان است، سنگ خارجی هم دارین؟ زیادترش از خود افغانستان است، سنگای اصلی از خود افغانستان است، باز از دیگه ملک ها میه، خب نقلی میباشن. یعنی اصل سنگ نیست، باز خریدار سنگای خود افغانی است یا بیشتر منظور ماست یا ای که از سنگای خارجی؟ از سنگای افغانستان خیلی خریداری میکنن مردم، دوستش دارن، خوش دارن که سنگای افغانی رو بخرن. بسیار خوب. کدام یک سنگ قیمتی ترین سنگ است در بین از اینا؟ زمرد. زمرد قیمت ترین است. بله. و از امی زمرد کدام زیورات جور میشه؟ کی جور میکنه اینا را؟ این را افغان هم جور میکنن، اینجا میخرن، باز در خارج هم میبرن، اونجا هم جور میکنن. از این لاکت جور میشه، انگشتر، گوشواره، همین چیزا جور میشه. در مورد از این که در امی اواخر وقتی که شرایط کرونایی شد، وضعیت کاربار شما چطور شد؟ خیلی خراب شد. این چیزی است که نه خورده میشه نه پوشیده میشه، به مو حساب است کسی را نمیخره، اقتصاد مردم ضعیف شده، خریده نمیتونه. و از این که مردم از خارج نمیان و نمیرن هم شاید تاثیر گذار است. بسیار بسیار زیاد. آیا می مصارف دوکان مثلا شما کرایه میتونی دوکانه؟ بله. امی مصارف اینا رو پوره کرده تانسته؟ نه، هر دکانداری را که پرسان کنی یک سال دو سال کرا باقی است، پوره کرده نمیشه کرا. چی فکر میکنین؟ آیا احساس زیرا میکنین که انقری با آمدن این سال های گپ سخن شرایط از این شبه که بازی دوکان شما بازار پیدا بکنه؟ از الله امید داریم که خوب شد. فقط امی است که امید ما به طرف خداوند است. بله؟ در غیر صورت اینا خود اعتماد به خودش نموند. توکل ما و شما به خداوند. باشه که ببینیم کم کم از این سنگایتون برای ما معرفی کنین که کدام سنگ چی نام داره میشه؟ بله. این سنگ لاجورد میگن که بغیر از افغانستان بدخشان داره، دیگه هیچ ملکی نداره از این. بله. دیگه اینی سنگ هم دور میگن، ایر پنشیر هم داره، کنر هم داره، بدخشان هم داره. یاره که امیقه کلان کلان درست کردین، مثلا سنگایش کلان به همین شکل کلان خریدار داره میخره مردم؟ آه، بعضی مردم ها هست که همیتو چیزای کلان خوش میکنن. بله. و فعلا همیتو چیزای کلان مود شده است، حتی دختر خانم هم از این خریداری میکنن.
دیگه اینی باز زمرد پنجشیر است. آها. ای بسیار چوچگک است. قیمت از این چند است؟ قیمت از این $200 است. بامی اینمی قیقکش؟ همی قدر دانهش $5,000 هم می باشه. خوی یک ذره ضعیفتر است. این ضعیفتر شست. اینی جگدلک یا خود جگدلک افغانستان است؟ بله. خب قیمت اینمی انگشترتان چند است؟ $100 است. $100؟ ولی بسیار ظریف جور میکنن نه؟ این زرگرهای خود ما جور میکنن؟ نه. ای امی چوبش که از تایلندی است، نگینش افغانی است، ایره ماده ایشان ده. خب او آیش درست میشه در بیرون با شما یک نگینشانی میکنینش؟ نگینشانی میکنم. بسیار خوب. همه گیش در نقره شانده میشه یا ای که در طلا هم میشه؟ در طلا هم میشه. امی جواهرات یا خود شد زمرد شد ای دانه خوبیشش که باشه باید در طلا کار شد. در طلا میشه. باز ضعیفترش باید در نقره هم کار. باز شما تنها نقره هم میفروشین یا طلا هم میفروشین؟ نقره. طلا دیگه باز در اینجا کسی اوقدر خریدار نداره که بخره. یک چیز دیگه اونجا جالب است، مثلا من دیدم که کره زمین از سنگا ساختن. میشه که ما او از نزدیک یک دفعه سعی کنم که او چی از سنگای مختلف ده او کار کردن؟ رنگایش مختلف است. سنگ لاجورد کار شده، کره زمین است کلان. ای باز نقلش است، اصلش نیست. اصلی نیست، سنگ از اصل نیست. مکمل لاجورد است، وایش که رنگ داره دیگه رنگ؟ وایش که رنگ داره به نام سنگ جیت است و عقیق است، جسپر است، همین تازه این سنگ داره. مثلا این کره زمین خریدارایشان داخلی است یا خارجی؟ خارجی ها زیادتر. زیادتر میخرن. چند است قیمت از اونمو؟ قیمت از او $300 است. او بسیار کارش مشکل است. سنگ پای خود کردره میشه، چرخ میشه، رگمال میشه، پالش میشه. معلوم دار است که کارش مشکل است. زحمت زیاد. آجی سر محترم بسیار تشکر از معلوماتی که بر ما دادین، برای بیننده های برنامه یک قدم دادین، لطف کردین. شما زنده و سلامت باشین، یک دنیا ممنونتان. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه یک قدم، ای بود معرفی سنگ ها یا صنعت سنگ در افغانستان که ما به یکی از دوکان ها یا فروشنده ها آمدیم و بهشون صحبت کردیم. ای نمونه از کار صنعت سنگ در افغانستان است. قسمی که شما دیدین سنگ ها اکثریتش از افغانستان است، یعنی از معادن خود افغانستان است و در کارش هم همچنان کارگرانش افغان هستند. فقط داره از این صنایع است که سنگ هایش از داخل افغانستان میره به بیرون و اونجا داشت کار میکنن و یایی که بعضی از نقرباب ها درست میشه و اینجا نگین کاری میشه. به این معنی است که یک کار مشترک بین افغان ها و خارجی ها نیست، در این صنعت وجود داره. و قسمی که آجی صاحب صنعتکار و فروشنده این صنعت برای ما و شما گفتن، خدمت بسیار قدیمی داره افغانستان، از سالیان متمادی که اینا خودشون 30 سال میشه که این صنعت پیش میبرن و از این 30 سال قبلترها همچنان این صنعت وجود داشته. هم علاقمندانش در داخل کشور و در بیرون از کشور، خارجی ها و داخلی ها بودن که گفتن بازار کارشان کدام وقتی رونق داشته، ولی متاسفانه امروزه که شرایط کرونایی و ناامنی در افغانستان است، این صنعت تقریبا بر رکود آورده که حتی نمیتونن که مصارف خودشان تکمیل بکنن. تا معرفی یکی از صنعت های دیگر، هر کدامتان به الله یکتا و به همتا می سپارم. خداوند یار مددگارتان.